موضوع ایشا خانوادگی ما به خانوادگی خیلی اهمیت می دهیم و این از زمانهای قدیم که من نبودم بوده و هر هفته دور هم جمع می شدند و زنها جدا مردها جدا و بچه ها جدا می گفتند و خار, خار می خندیدند اما با آمدن تکنولوژی چند سالی است روابط خانوادگی ما تنگا تنگ تر شده به طوری که یک گروه خانوادگی در تلگرام داریم و کوچک و بزرگ زن و مرد و مرد و پسر تنگ هم در آن گروه هستیم مدیر گروه خانوادگی ما ام سفورای لازم که ما او را سفر امه صدا میزنیم. زنیم. او از اول قانون هایی گذاشته مثلا این که فرستادن مطالب بیتر ادبی در گروه ممنوع است شوهر امه سفورایم اجبرآقا که بزرگ خاندان است هر روز صبح در گروه پیامی میفرستد و می صبح پنجمین روز از دومین ماه از سوم بعد از ظهر هفتمین سال از هشتمین تابستون تو بخه چشم بخشا و ببین که خورشید برای تو آواز میخواند و بلبل بل بل به خاطر تو ملخ میزند روزغارتان پر برچد البته معمولا کسی جوابش را نمیدهد جز خود ام سفورایم که استیکر دلتان شاد و لبتان خندان برایش میفرستد در گروه خانوادگی ما زنم و منیجم مسئول پیامهای های دهنده است مثل این پیام ها که آیا می دانید ریختن آب بر روی خمیر دندان روی مسواک باعث ایجاد سرطان دالان چپ روده راست می شود؟ اگر دالان چپ روده راست عزیزانت برات مهمه اینو تو گروه پخش کن. یا مثلا اینکه آیا می خوابیدن جلو باد کولر باعث ترک خوردن پروستات شما می شود بفرست برای همه عزیزانت باشد که به کار آید آقا اجازه بچه ها هم پروستات دارن ده خب آقا منم نگرانم او انقدر هشدار داده که بابایم همیشه کولر را خاموش می کند. آقا هرچی مامانم میگه بابا من که پروستات ندارم گوش نمیده خیلی خوب بخون او باش از دیگر تفریحات از ما در گروه خانوادگی تماشای عکس ژله ها و سالادهایی است که دخترمون نرگیزم درست می کند و همه میگویند ده بچه با سلیقه البته به ازای هر عکس ژله ما یک عکس دمکنی هم از سری دمکنی های ساخت آبجی قلنارم در گروه می بینیم آقا با هم دیگه رقابت دارن یک عمو هم دارم که هیچ وقت فیلتر شکنش درست کار نمی کند و اگر موفق بشود به گروه بیاید پیام یک اینترنت رایگان همین الان رو تو لینک زیر را میفرستد پدر خودم هر دو ماه یک بار در حالی که به تلگرام میگوید تلگرام وارد تلگرامش شده و پیامی در گروه میفرستد آخریش این بود آقا سه چیز را هرگز فراموش نکن قاز دادن پیش از قاز زدن راه رفتن پیش از نشستن و خوابیدن پیش از بیدار شدن بعد هم صبر می کند تا شارج گوشیش به 85 درصد برسد و بعد از صفحهش عکس می گیرد و در قروه دور همی خودش با اموهایم که خصوصی تر است میفرستد و همیشه انقاضان میخندند خندند. میفرسته به من <میفرسق> چه؟ گذشته اتفاق بدی افتاد و شوهر سفورم من اچبر آقا یک عکس بیادبی در گروه فرستاده بود و بعد هم گوشیش را خاموش کرده و خوابیده بود و غیر از خودش و سفورم همان عکس را دیده بودند آقای جزه منم دیدم یواشکی عکسی خانمه بود خب دامن نداشت بعد بولیزم نپوشیده بود لخ بود آقا بعد از اینجا بود ای پس به من چه؟ به هر صورت از آن روز و دیگر سفرمه مدیر قروه نیست تازه با همه فامیلم گرت رابطی کردن آقا و این گونه بود که گروه متلاشی شد و ما از کلی مطالب آموزنده محروم شدیم به هر حال ما منتظریم که به زودی یک نفر در فامیل شوهر کند یا کنکور قبول بشود و یا زایمان کند تا به این بهانه دوباره گروهی بسازند و گذشته ها را فراموش کنند نتیجه ما از انشای امروز نتیجه گرفتیم که آدم نباید به سیبیل های شوهرمه ها اعتماد کند آقا اصلا به قیافش نمیمد اینقدر بیعدب باش واقعا متاسفم اح 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 اح. آقا بگم چی جوری بود عکسش هی با منظورم اینه که یعنی بدونین چه عکس بدی بود تمام تمام تمام